بزرگترین سرمایه هر انسان تاج سلامتی است که بر سر وی می‌گذارند. پس قدردان سلامتی و تندرستی خود باشیم، بیشتر بدانید تا سالم زندگی کنید. عرض سلام و درود خدمت همه شما خوبان، هموطنان عزیز، کسانی که از هر گوشه و کنار افغانستان زیبا هم یکنون بیننده و شنونده برنامه خودتان راه درمان هستین. آرزوی ما صحتمندی و سلامتی همه شما خوبان هست. به یکی دیگر از برنامه های راه درمان با من کوثر مصباح خوش آمدین و موضوعی که امروز انتخاب کردیم PCO یا هم تنبلی تخمدان ها هست. تنبلی تخمدان ها یکی از مشکلاتی که خیلی از دختر خانم ها و خانم ها با او مواجه هستند. تنبلی تخمدان ها چی هست؟ چگونه با وجود می آید؟ اعراض و علایمش چی هست که خانم بفهمه و تشخیص بده که دچار تنبلی تخمدان ها شده؟ همه این موضوعات امروز انشالله در نیم ساعت برنامه به بحث خواهیم گرفت و امیدوار هستم که شما هم بیننده و شنونده باشین. اگر سوال و مشکلی در این رابطه دارین، برنامه خودتان به صورت لایف جریان دارن و میتونین تماس بگیرین. پل ارتباطی بین ما و شما شماره های برنامه هست 020-250-3444 و همچنان 020-250-3888. دعوت کردیم از دکتر نوریه رؤوفی ابراهیم خیل، متخصص نسایی ولادی. دکتر صاحب سلام، خیلی خوش آمد. اولتر از همه سلام های خدا خدمت شما و خدمت تمام بیننده‌های عزیز و در سراسر کشور عزیز ما افغانستان تقدیم میکنم. بعدا می خواهیم که در مورد موضوع برنامه شما که عبارت از تنبلی تخمدان ها که به اصطلاح طبی به PCOS یا پولیکیستیک اووریان سندروم یاد میکنن مورد بحث قرار بدیم. بله انشاءالله دکتر صاحب. موضوعی که امروز انتخاب کردیم یکی از موضوعاتی است که خیلی از خانم ها و به خصوص دختر خانم ها در این شب و روز از این مشکل رنج میبرن و سوالاتی هم نزدشان خلق میشه که حالا این تنبلی تخمدان ها چی هست و چگونه با وجود میاد. صحبت های مقدماتی شما رو میشنویم در رابطه با اینکه خود تنبلی تخمدان ها چی هست. قسمی که شما گفتین تنبلی تخمدان ها اصطلاح عامیانه است که به PCOS گفته میشه و اکثریت خانم ها و دختر خانم ها شاید با این کلمه آشنا باشن و تعداد زیادی از خانم ها و دختر خانم هایی که در سنین باروری هستند از این مشکل شاکی هستند و رنج میبرن. بنابراین بر از اینکه امی مشکل در نزد خانم ها از بین برده شوه و تشویششان رفت شوه، ما امروز در مورد تنبلی تخمدان ها، در مورد تعریف دقیقش، اعراض و علایم، عوامل، عوارضی که ایجاد میکنه، تشخیص و تداوی زیر مورد بحث قرار میدیم. اولتر از همه اگر ما یک تعریف از PCOS یا تنبلی تخمدان ها داشته باشیم، میگیم که اختلال در عمل کرده تخمدان ها که در آن فولیکل های تخمدان به شکل درستش به پختگی خود نرسیده و تخمگذاری در نزد خانم ها صورت نمیگیره. چنانچه که اگر ما به شکل طبیعی در نظر بگیریم، در هر سیکل قاعدگی که در نزد یک خانم صورت میگیره، در هر ماه سیکل قاعدگی به تعداد 6 یا زیادتر از 6 فولیکل شروع به رشد میکنن. بله. که از این تعداد 6 فولیکل یک از اینا به پختگی کامل خود رسیده و باقی مانده از این توسط هورمون انهیبین یا فاکتور نهیه کننده که توسط همین فولیکل بالغ افراز میگردد، باعث نهی رشد سایر فولیکل ها میشه. در نتیجه فولیکل های دیگه که همراه با این فولیکل که مچور شده فعلا شروع برشت کرده بود، رشد از اینا توقف میکنه. بنابراین یکی از این فولیکل هایی که به پختگی خود رسیده آزاد شده، اوولیشن صورت میگیره. بله. اما در نزد خانم هایی که به مشکل PCOS دچار هستن، امی عمل کرد به شکل درستش صورت گرفته نمیتونن. یعنی چی؟ یعنی ای که امی تعداد فولیکل ها شروع به رشد میکنن، ولی هورمون یا فاکتور نهیه کننده که باعث نهی فعالیت سایر فولیکل ها میشد نمیشه و تخمه گذاری در اینجا صورت گرفته نمیتونن. بنابراین در اخیر هر سیکل قاعدگی به جای یک فولیکل مچور، چندین فولیکل به پختگی میرسه و به شکل بزرگشان باقی میمانه. در نتیجه اختلال در اوولیشن یا تخمه گذاری در نزد خانم ها موجود میباشه. بنابراین امی اختلال عمل کرده نادرست تخمدان ها در نزد خانم ها موجود میباشه. پس
وقتی که اوولیشن به شکل درستش صورت نگرفت، یعنی که به شکل درستش پروسه و پیش نرفت، باعث ایجاد یا بروز یک سلسله اعراض علائم در نزد خانم و دختر خانم ها میگردد که ما به می اعراض علائم اشاره میکنیم. بله بسیار عالی. قبل از اینکه بپردازیم به اعراض و علائمش که یک فرد از کجا بفهمه که دچار تنبلی تخمدان ها شده، به خصوص خانم هایی که در سنین باروری قرار دارن، خب در رابطه به علت و عوامل بپردازیم، اینکه چه چیزی باعث میشه که یک خانم دچار تنبلی تخمدان بشه. درست. به صورت قطعی کدام دلیل مشخصی برای به وجود آمدن سندروم تخمدان های پولیکیستیک وجود نداره، یعنی یک حالت آیدیوپاتیک است، یا به حساب گفته میتونیم که بنی ساختمانی تخمدان ها از ابتدای پیدایششان به این شکل بوده که دیگه وراثت یا ژنتیک زیادتر رول هم داره میداشته باشن. ولی ما یک سلسله عواملی که در وجود آوردن از اینا مؤثریت دارن میتونیم که از او نامگذاری بکنیم یا نام ببریم. بله. که از جمله از اینا یکی افزایش در سوی انسولین می باشه. خود انسولین ما شما می فهمیم که هورمونی است که توسط جزایر بیتای غده پانکراس که در بدن ما شما است افراز می گردد. وظیفه اصلی انسولین چی است؟ وظیفه اساسی از این است که واسطه یا سبب می گردد تا که حجرات امی گلوکوز که انرژی اساسی در بدن می باشه از مسافات بین الحجروی گرفته و به داخل حجرات بسازه. و این گلوکوزی که داخل حجره میشه و به مصرف حجرات مختلفه توسط حجرات مختلف مصرف میرسه. ولی در صورت که در نزد خانم های پی سی او مقاومت در مقابل انسولین به وجود میاد، همی عمل کردش به شکل درست صورت گرفته نمیتونه، سوی قند یا اونمو گلوکوز خون بلند میره. در نتیجه این خانم هایی که مصاب به پی سی او اس میباشن، اینا اکثریتشان به دیابت تایپ 2 هم دچار میباشن، یعنی مقاومت در مقابل انسولین در پیش از اینا موجود میباشن. عامل دیگه که در وجود آمدن از این رول داره، افزایش در سوی آندروژن یا امو هورمون های مردانه میباشن که در نزد خانم ها سوی هورمون های مردانه زیاد بودن و باعث رشد موهای اضافی در بدن میگردن. عامل سیومی که در وجود آمدن از این رول داره و عمده ترین عاملشان میباشه، ژنتیک یا وراثت هستن. در نزد یک خانم یا دختر خانمی که مادرشان و یا یک خواهرشان مصاب پی سی او هستن، در نزد از اینا فیصدی وقعات پی سی او در حدود 70-80% زیادتر است خانمای یا دختر خانمایی هستن که مصاب به پی سی او اس نیستن، یعنی سابقه ژنتیک یا فامیلی نمی داشته باشن. و دلیل دیگه که در وجود آوردن از این رول آمده می داشته باشن، التهابات درجه پایین می باشن. در حقیقت التهاب درجه پایین به کدام حالت گفته میشیم؟ زمانی که یک عامل التهابی داخل عضویت میباشه و سوی کرویات سفید خون در نسشان بلند میره. به اساس تجربه و تحقیقات و آزمایشات که انجام شده، به این نتیجه رسیدن که خانمایی که مصاب به پی سی او اس می باشن، در پیش از اینا یک درجه خفیف از التهابات موجود هستن که هم میتونه که خودش التهاب باعث بلند رفتن سوی انسولین شده و انسولین باعث به وجود آوردن یا بلند رفتن سوی اندروژن شده که به شکل سیکل معیوبی چی میکنن عمل میکنن. پس این عوامل هستن که میتونه که به شکل اساسی سبب به وجود آمدن شوه. بر علاوه از این یک سلسله عوامل دیگه است، مثلا استرس در ایجاد یا با وجود آمدن پی سی او یا در شدت بخشیدن از این بسیار نقش اساسی و مهم دارن و به می شکل بی‌نظمی های خواب، اختلالات خواب، اینا میتونه که رژیم غذایی نامناسب میتونه که در ایجاد تنبلی تخمدان ها رول هم داشته باشه. بله دقیقاً. خب است که من یک بار دیگر هم شماره تماس برنامه را یادآوری بکنم. هموطنان عزیز، کسانی که در این رابطه سوال و مشکلی دارن میتونن تماس بگیرن. پل ارتباطی بین ما و شما شماره های برنامه هست 020-250-38-88 و همچنان 020-250-34-44. دکتر صاحب، در رابطه به اعراض و علایم و نشانه هاش صحبت کنیم که خانم ها و به خصوص دختر خانم ها بیشتر خودشان تشخیص بتن که دچار تنبلی تخمدان ها شدن. اعراض و علایمی که در نزد یک دختر خانم ها و یا خانم ها وجود می آیند، معمولا در محدوده سنین بلوغیت، یعنی از اولین زمان قاعدگیشان اعراض و علایم در نزدشان ظاهر می شن. و معمولا این دختر خانم های خانم ها از افزایش وزن و یا چاقی رنج می برند که عمده ترین علایم است که در پیش اکثریت مریضای ما دیده می شن.
برعلاوی از این بی نظمی ها در سیکل قاعدگی اکثریت خانم هایی که مصاب به پی سی او اس هستن دیده میشه، طوری که تعداد سیکل های قاعدگی در نزد خانم ها کمتر میباشه، فاصله بین دو سیکل قاعدگی در پیششان زیادتر است و شدت خونریزی در سیکل قاعدگی از اینا زیادتر میباشه، طوری که اگر ما به طور مثال در نظر بگیریم یک خانمی که مصاب به تنبلی تخمدان ها میباشن در طول یک سال 8-9 بار سیکل قاعدگی می داشته باشن و به می شکل فاصله بین دو سیکل قاعدگی اضافه تر 35-40 روز می باشه که در حالت طبیعی در خانم هایی که نرمال هستن در پیش از اینا فاصله بین دو سیکل قاعدگی بین 21-35 روز می باشه، اما در پیش خانم ها اضافه تر 35-40 روز فاصله بین دو سیکل قاعدگی شان می باشه که از جمله اختلالات هست که در سیکل قاعدگی از اینا وجود میان. علائم دیگه که پیش از اینا دیده میشه و این خیلی رنج دهنده بر اکثریت دختر خانم ها میباشن، افزایش هورمون های مردانه یا آندروژن هستن که این باعث به وجود آمدن هرسوتیزم یا اونمو رشد موهای اضافی در قسمت های مختلف بدن میشه که معمولا رشد اضافی موها زیادتر در پشت لب ها، ناحیه زنخ، رخسار، پشت شانه، اطراف سیدیه ها، اطراف سره و همچنان دست ها و پاها می باشه که زخامت از این موها نسبتا زیادتر می باشه و از این پرابلم اکثریت مریضایی که پیش ما مراجعه می کنن از این زیادتر رنج می برن. علائم دیگه که پیشان دیده می شود آکنه یا جوانیدانه می باشه که این هم از باعث اونمو افزایش هورمون های آندروژن یا مردانه است که مستقیم میره بالای خداوات چربی که در صورت ای دختر خانم ها می باشن اثر کرده و از اثر از این آکنه یا جوانیدانه پیشان ایجاد می شه که این هم یک مشکل رنج دهنده برای از اینا می باشه. علائم دیگه هم که در نزد اینا وجود میایه دیابت یا افزایش قند خون است که این هم بیشتر مکانیزمش گفتیم که از سبب مقاومت در مقابل انسولین ایجاد میشه و یکی از علائمی که بسیاری از مریضا پیش ما مراجعه میکنه ناباروری یا انفرتیلیتی میباشه که یک پرابلم نسبتاً بزرگ از پی سی او ایس هسته که با تداوی های بسیار دوامدار این میتونه که پاسخ بده و در نزد از اینا به نسبت دمی که تخمه گذاری به شکل درستش صورت گرفته نمیتونه در نزد دیگه خانم ها انفرتیلیتی و یا اقامت به وجود میاره. این از جمله علائمی بود که اکثراً پیش مریضا دیده شده و مریض به دلیل همین علائم پیش دکتر مراجعه میکنن. بله بسیار عالی. دکتر صاحب اگر این مشکل را خانم ها و دختر خانم ها جدی نگیرن چه مشکلاتی را میتونن متقبل شون و چه خطراتی میتونه داشته باشه؟ یک سلسله عوارضی که از باعث تداوی نادرست و یا همچنان عدم توجه به این بیماری میشه ممکن است که در نزد خانم ها به وجود بیایه. افسردگی، استراب و استرس خودش از جمله عوارضی است که از باعث این مشکلات به وجود میاد. معمولا قسمی که قبلا گفتیم یکی از علائمش آکنه و یا هرسوتیزم میباشه که دخترها زیادتر از این رنج میبرن و اینمی رنجش از اینا باعث استراب، افسردگی های بسیار شدید و همچنان حتی اختلالات در خورد و خوابشان به وجود میاد. بر علاوه از این عوارض دیگه ای را که ایجاد میکنه باعث فرط فشار خون در زمان حاملگی میشه، اکلمسی و پریکلمسی را میتونه که ایجاد بکنه و همچنان افزایش قند خون یا اونمو دیابت زمان حاملگی را میتونه که ایجاد بکنه اگر به شکل درستش تداوی نشه یا مورد توجه قرار نگیره. اینا از جمله عوارض و اختلالاتی هستن که در اثر توجه عدم توجه و یا همچنان در صورت عدم تداوی از اینا میتونه به وجود بیاد. بله بسیار عالی. دکتر صاحب در رابطه به تغذیه هم صحبت کنیم، کسانی که تغذیه خوب ندارن چقدر میتونن مبتلا شون به تنبلی تخمدان ها؟ یکی از پرابلم هایی که زیادتر در پیش خانم ها میشه اضافه وزن هستن که معمولا رژیم غذایی مناسب و همچنان ورزش، فعالیت های ورزشی رول خیلی مؤثر را برای تداوی از این حالت می داشته باشن. رژیم غذایی اکثریت مریضا باید به شکل متعادل باشه، یعنی که مقدار چربی در کاهش پیدا کنه
مقدار کربوهیدرات باید کمتر بگیرن. در پلویش سبزیجات، میوه‌جات، حبوبات و غلجات زیادتر استفاده بکنن. بر علاوه از این ورزش یا فعالیت‌های ورزشی جزء از فعالیت‌های روتین از اینا باید باشه. استرس خود باید اینا کنترل بکنن. بر علاوه باید خواب کافی داشته باشن که اینا عوامل هستن که سبک زندگی یا تغییر رژیم غذایی میتونه که رول بسیار موثری حتی از تداوی دوایی هم کرده، در صورت که ما تغییر سبک زندگی بدیم یا رژیم غذایی منظم بگیریم در تداوی بیماری بسیار کمک کننده میشه. بله دقیقاً. هموطنان عزیز 020-250-3444 و همچنان 020-250-3888 میتونین مستقیما تماس بگیرین و سوال و مشکلی که دارین از دکتر صاحب بپرسین. دکتر صاحب، عدم رعایت بهداشت چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در به وجود آمدن تنبلی تخمدان ها؟ قسمی که گفتیم یکی از دلایل که سبب به وجود آمدن PCOS میگردد عبارت از التهابات است. که التهاب خودش میتونه که زمینه ساز یا دلیل به وجود آمدن PCOS باشه. بنابراین به تمام خانم ها و دختر خانم های جوان توصیه میشه که بهداشت و عموم مراحل نظافت خود مراعات بکنن، به خصوص در جریان سیکل قاعدگی باید به شکل منظم و به شکل درستش تمیز باشن. بله دکتر صاحب، در رابطه به تداویش صحبت کنین که تداویش چگونه هست، آیا تداوی طولانی مدت داره یا خیر؟ قبل از اینکه ما به تداوی بریم خوب است که در مورد تشخیص بیماری صحبت بکنیم. تشخیص بیماری به شکل قطعیش صورت نمیگیره، یعنی معمولاً PCOS گفتیم کدام بیماری خطرناک نیست، ولی اعراض علائم ازی باز بر مریض میتونه که رنج دهنده باشه. بله. بنان ما تشخیص ازی را بر اساس تاریخچه دقیق، معاینات فیزیکی که پیش بیمار انجام میشه، معاینات خون و همچنان معاینات اولتراساوند میتونیم که تشخیص بدیم. در قسمت تاریخچه یک تاریخچه دقیق میگیریم که امو بیمار بر ما حکایت میکنه از بی‌نظمی های قاعدگی خود، از رشد بیش از حد موها در بدن و همچنان از امو دیابت یا از اختلالات چاقی شکایت میداشته باشن که ما به اساس این تاریخچه مشکوک میشیم به این حالت. بعد از اینکه تاریخچه دقیق گرفتیم یک معاینات فیزیکی دقیق پیش مریض انجام میدیم و یک معاینه حوصله‌ای را به خاطر رد کردن تومور، کتله و هر نوع حالات دیگری که باعث افزایش در افراز یا تولید هورمون‌های مردانه یا اندروژن می‌گردد انجام می‌دهیم. معاینات خون پیش مریضا جهت تعیین سویه هورمونی تعیین می‌کنیم. یعنی تعیین سویه هورمون‌های مردانه و همچنان زنانه که تستوسترون، امی اندروژن ها و همچنان استروژن، پروژسترون تعیین می‌کنیم. و بعد از قدمی بعدی یا قدمی نهایی برای تشخیص ازی اولتراساوند میباشه. اولتراساوند یکی شکل ظاهری خود تخمدان ها را برای ما نمایش میده و دیگر به خاطر تعیین نمودن زخامت خود اندومتر ما از او استفاده میکنیم. بعد از اینکه ما به تشخیص قطعی از این رسیدیم که این خانم مصاب تنبلی تخمدان یا PCOS است، ما به تداوی شروع میکنیم. تداویش هم به شکل تداوی قطعی و به شکل که تشخیصش قطعی نیست و عامل سببی کدام مشخص نداره، تداوی از این هم کدام تداوی قطعی نداشته. اما ما چی میکنیم؟ اعراض علائمی که از باعث PCOS پیدا شده این ما از بین میبریم. قسمی که در قسمت اعراض علائمش گفتیم که یکی از اختلالات بسیار عمده از این چاقی می باشه. پس به مریض توصیه میکنیم که وزن خود باید کاهش بدن. دیگه ای که سیکل قاعدگی اکثریت از این خانم ها بی نظم می باشن. بنان ما از تابلت های ضد حاملگی یا اونمو تابلت هایی که ترکیب از استروژن و پروژسترون می باشه برای خانم ها توصیه میکنیم که این سویه هورمون ها را در حد تعادلش میاره و همچنان امو فاصله بین قاعدگی و مقدار خونریزی در جریان عادت ماهواره به شکل منظمش تنظیم میکنن. دیگه در قسمت تداوی از این ما علائم دیگه که خیلی بر مریض آزاردهنده میباشه اما رشد موهای اضافی در بدن میباشه. این را چطور باید تداوی بکنیم؟ این را با پایین آوردن سویه هورمون های مردانه که توسط تابلت های الکتون یا اسپایرونلکتون میباشه. هورمون اندروژن کاهش میده، در نتیجه رشد موها تنقیص پیدا میکنه. و یک روش تداوی دیگه هم برای کاهش رشد موها داریم که برای الکترولیز یا
حساسیت میکنن، در اونجا با استفاده یک سوزن مخصوص و فولیکل موی فشار وارد میشه، فولیکل ها تضعیف یافته و رشد اضافی نمی داشته باشن. و در قسمت تداوی عمدترین بخش، یعنی که اکثریت مریضایی که پیش ما مراجعه میکنن و ما با اونا سرکار داریم، تداوی انفرتلیتی یا باروری میباشه. خانمایی که زیادتر شاکی میباشن و باید گفته شوه که این یک تداوی نسبتاً طولانی مدت را ضرورت داره و تداویشان آن به شکل پیهم و به شکل منظم تعقیبی میباشه، طوری که به خاطر تحریک یا تنبه مچوریشن فولیکل ها ما از تابلت های کلوموفین سیترات استفاده میکنیم که در 10 روز اول قاعدگی از او استفاده میشه و این باعث تنبه و یا تحریک مچوریشن فولیکل ها و تخمه گذاری میگردد. تابلت های دیگه به نام لترازول هستند که در حقیقت لترازول خودش یک دوای ضد سرطان سی دی هستند، ولی این میتونه که در این بیماری ها باعث تنبیه و یا تحریک مچوریشن فولیکل ها یا پخته شدن فولیکل های تخمدان شه. برعلاوه از این متفورمین که بسیار رایج است و شاید اکثریت مریضایی که مصاب به PCOS هستند با این سرکار داشته باشند، یا گلوکوفاژ میگیم، تابلت هایی هستند که برای تداوی دیابت تایپ 2 از استفاده میشه. اکثرا به این مریضای PCOS ما از این استفاده میکنیم. در صورت کلوموفین سیترات بر ما نتیجه قناعت بخش بر مچوریشن فولیکل نداشته باشه و شکل کامبینیشن، ما از متفورمین هم بر از اینا استفاده میکنیم. بله دکتر صاحب، حالا خانومی که خودش تشخیص داده و با خبر شده که دچار تنبلی تخمدان ها هست، چه زمانی باید به دکتر صاحب مراجعه کنه؟ دختر خانمایی که ازدواج نکردن و میبینن که اعراض علائمش که ما گفتیم، بله، ای اعراض علائم داره، به خاطر تداوی خود هرچی عاجلتر بر دکتر مراجعه میکنن، چون که هر قدر که ای پروسه باز دوام پیدا بکنه تنبلی بیش از حد میشه و بالاخره خود تخمدان ها در مقابل تداوی باز مقاوم میگردن. خوب است که از ابتدا ما اعراض علائم کلینیکی که در پیش از اون ایجاد میشه ما او را از بین ببریم. و خانم هایی که در سنین باروری هستن و ازدواج کردن و میخواین حمل بگیرن، هرچی عاجلتر، یعنی توصیه میشه که این خانم ها باید در ابتدای در سنین پایین تر باید حمل بگیرن و یکی هر قدر زودتر اقدام به باروری بگیرن برشان مفیدتر واقع میشه، که ما با استفاده از این روش های تداوی و به شکل دقیق و منظم میتونیم که اعراض علائم مریضی رو برطرف کرده و نتایج قناعت بخش و پاسخ خوبی از بیمار داشته باشه. بله، خیلی سپاس دکتر صاحب. میخوایم این سوال رو هم در اخیر داشته باشم که آیا تنبلی تخمدان ها یکی از علت های ناباروری خانم ها میتونه باشه؟ یعنی مشخصا آیا علت یابی شده که خانمی که باردار شده نمیتونه وقتی دچار تنبلی تخمدان بوده؟ 100%. یکی از پرابلم های خیلی اساسی که امروز در حدود 90% خانم هایی که انفرتیلیتی می داشته باشن، یکی از اسباب بسیار عمده شان PCOS یا پولیکیستیک اوواری سندرم می باشن که از این بسیار شکایت می داشته باشن و یکی از دلایل عمده که باعث ناباروری یا اقامت میشن PCOS هستن و که یک تداوی نسبتاً طویل مدت را باز ضرورت دارن. بله، خیلی سپاس از شما دکتر صاحب وزی که امروز دعوت ما را قبول کردین، صحبت های خیلی مفید داشتین. در اخیر هم توصیه های طبی شما را در این رابطه میشنه. توصیه ما بر تمام هموطن های عزیزمی است که چی PCOS تنبلی تخمدان داشته باشن یا هر بیماری دیگر داشته باشن، به مجرد شناسایی از او یا به مجرد از اینکه میفهمن مشکل جدی دارن، هر چی عاجلتر باید به دکتر بخش خود یا به دکتر مربوطه خود مراجعه بکنن، چون هر بیماری میشه که از ابتدا وقایه و تداوی شه به شکل دقیقش باشه، ولی هر قدر که بیماری پیشرفت میکنه باز او به شکل شدیدترش تبدیل میشه یا به درجه های بالاتر تبدیل میشه و می شکل بیماریایی که مصابه پولیکیستیک اوواری سندروم می باشن، در صورتی که یه اعراض علائم می بینن هرچی عاجلتر و دکتر مولادی نسایی مراجعه بکنن تا از ابتدا جلوشون گرفته شد. بله دقیقاً، خیلی سپاس از شما، ممنون شما، زنده باشید. بله، جا در سپاسگزاری کنم از همه شما خوبان عزیزان دلی که امروز هم با برنامه طبی
و خودتان راه درمان همراه بودین. امیدوار هستم که با بحث طبی که امروز داشتیم گوشه ای از مشکلات شما هموطنان عزیز را حل کرده باشیم و سطح آگاهی شما را هم در این رابطه بالا برده باشیم. تا برنامه بعدی همه تان را به خداوند یکتا و بی نهایت مهربان می سپاریم. با سایر برنامه های رادیو تلویزیون راه فردا همراه باشین. وقت بر هر یکتان خوش. خدا نگهدار.